اگر میایم گفتاری از پیامبر رحمت رو بیان میکنیم از ائمه طاهرین، میگیم آقا اونایی که اعتقاد ندارن که تا مرگش اعتقاد دارن، بعد مرگش میگیم 1% که درست بود تکلیفتون چی میشه؟ هیچ. فایل اینا رو میذاریم کنار. فایل خودمون که میگیم آقا شناسنامه رو همه رو در میارن، شما خانوم فلان، فامیلیتون فلان، مذهب دین اسلام مذهب شیعه. خب پس شما دینت اسلام مذهب شیعه است، تکلیفت مشخصه دیگه. شما پیامبر رو قبول داری، ائمه رو قبول داری، این گفتار پیامبر و ائمه است. گوش بکنید ببینید که چه میگه، چه میفرماید این بزرگواران. اگر ما اعتقاد به اینها نداریم، باید مروری بر اعتقادات اسلامی خودمون بکنیم. شوخی نمیشه گرفت مطالب پیامبر رو، مطالب ائمه رو نمیشه به شوخی برگزار کرد. اینا همش جدیه. اینا آمدن که جدی با من و شما صحبت بکنن و جدی هم صحبت کردن، همون گونه که قرآن کریم جدی صحبت کرد، همون گونه که قرآن کریم فهمود که و ما هو بالهزل انه لقول فصل و ما هو بالهزل، این یه قول محکمی است که شوخی بردار نیست. هزل یعنی شوخی و نمیدونم لغو گفتن و اینا، مثلا چرت و پرت گفتن توش راه نداره، یک کلام محکم و متقنی است از جانب خدای تعالی است. کلام پیامبرم همینطور، کلام ائمه هم همینطور، با اون سختی ها همینا رو بیان کردن، نه اینکه در اوقات فراغت زیر باد کولر گازی نشسته باشن، عرض به خدمتتون که و غذا خوردن سیر شدن، حالا دارن یه جمله‌ای میگند، فرمودن یه جمله‌ای، نه، اینا رو در شدائد، در یک وضعیت‌های بحرانی، بسیار بحرانی بیان کردن، با یک مشقات زیادی هم به دست من و شما رسیده. بنده هستم و شما هستیم و این فرمایشات. اینا رو برای چی بیان میکنیم؟ به همین دلیل که عرض کردیم. اگر اعتقاد داریم که داریم، باید توجه به این روایات داشته باشیم و به مخاطبین خودمون هم بگیم آقا پیغمبر اینجوری فرموده، نه که یه چیزی گفته پیغمبر، نعوذ بالله، نستجیر بالله، امام اول، دوم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم یه چیزی گفت، نه نمیشه. این بیان کلام معصوم هست. کسانی که این روایت راجع به شوخی کردن با زن نامحرم خارج از قالب‌های عرفی خودش، اینو قبلا بحث شما کردیم، عرض کردم حدیثاشو داریم حالا میخونیم. ابو بصیر یک فرد شناخته شده، یک شیعه مخلص امام باقر علیه السلام، یه شیعه جا افتاده است. نمونه ابو بصیر دیگه همه جا پیدا نمیشه، اما اونور قضیه شیطان رو هم ببین شما، دست شیطان هم قویه. شیطان نمیگه من پاچه ابو بصیر رو که نمیگیرم، که قسم خوردم پاچه ابو بصیر رو نگیرم، نه. میگه در کوفه، خود ابو بصیر داره میگه در کوفه یه خانومی اومد پیش من گفت آقای ابو بصیر، گفتم بله، گفتش که من قرآن بلد نیستم، شما یک شیعه امام باقر علیه السلام هستی و بلدی، مدرس قرآنی، مدرس اعتقادات هستی، این قرآنو میشه به من بیاموزی و یاد بدی من یاد بگیرم؟ میگه که گفتم بله مشکل نیست. شروع کردم بهش در یک جلسه با شرایط خاص خودش قرآن یاد دادن، آموزش و روحانی قرآن. در این رفت و آمدها، یه جلسه، دو جلسه، ما میمد و قرآن یادش میدادیم، میرفت و فلان، در این رفت و آمدها یک بار ما یه چیزی گفت، ما اون حرفش رو بدل کردیم به یک شوخی خارج از عرف خودش. این خارج از عرف رو زیرش خط بکشید، خارج از عرف خودش، یک کلمه با این شوخی کردیم، همین، تموم شد، مجلس تموم شد و فلان، اینا رفت. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میگه ما رفتیم و خب ابو بصیر در زمانی داره زندگی میکنه که امام زمانش امام باقر علیه السلام است. امام زمانش شد. میگه تموم شد این کلاس اینا، یا مثلا کلاس یه دفعه تعطیلش کردیم، گفتیم که بریم. من عرض به خدمتتون که تو کوفه بودم، گفتم برم مدینه خدمت امام زمان علیه السلام برسم، خدمت امام زمانم برسم، در واقع امام باقر علیه السلام. میگه رفتم تو مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، شرفیاب شدم امام زمانش. تا رسیدم اونجا، از این قضایا زیاد داریم، من نمونه شو دارم براتون میخونم، در جای دیگه بوده که امام زمان که امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده، اصلا رو برگردونده، حضرت جواب به طرف نداده،
داستاناشو خوندید شما. میگه امام باقر ارسام تا من رسیدم شروع کرد عتاب کرد، حضرت منو سرزنش کرد. امام زمان شد دیگه، همه چی مطلع دیگه. وا ویلا بر ما، وای بر ما، واقعا وای بر ما. میگه حضرت سرزنشش کرد، فرمود ای ابو بصیر، اصلا نگفت ابو بصیر کجا بودی، چی کار کردی، چی شد چی نشد. فرمود ابو بصیر هر کس در خلوت مرتکب گناه شود، خداوند متعال به او اعتنایی نمی کند، اعتنا بهش نمی کند. شما بهش من دست می کنم چون دعا مستجاب نمیشه، چرا نم با هم چی میشه، چرا حال فلان دست، اصلا فرمود اعتنا بهش نمی کند. ابو بصیر میگه تا امام باقر علیه السلام این حرفو زد من فهمیدم جریان از کجا آب نخوره. ابو بصیر امام شناسه، اصلا نپرسید یعنی رسول الله چیو میگین، اگه میگفت چیو میگین که امام شناس نبود، امام شناسه. تا گفت فهمیدم جریان از کجا، امام زمانش هست، میدونه که شیعش داره چیکار میکنه. میگه سرم رو انداختم از خجلت پایین، خیلی خجالت کشیدم، حضرت دید من خجالت کشیدم. چیزهایی هست که یه وقتایی میشه گفت واقعا آقایون جوانها، یه وقتایی هست امام زمان علیه السلام به واسطه یه خجالت کشیدن شیعه، جوان شیعه، خود حضرت هم خجالت میکشن از اینکه این خجالت کشید، دلش نمیاد این خجالت بکشه. حضرت تا دید این خجالت که سرش انداخته پایین هیچی نگو، ابو بصیر میگه فهمیدم چه شد. میگه حضرت بلافاصله فرمودن که ابو بصیر برو توبه کن، گوش کن، برو توبه کن، دیگه با زن نامحرم شوخی خارج از عرف نکنی. خارج از عرفش که می‌دونیم قبلا تعریف کردیم، یعنی وقتی ما مثلا خواهر زن شما، خواهر زن یک فردی میاد خونه‌شون، مثلا چی می‌کنه، آقا دیر اومدی، خیابونا رو همه رو کنده بودن مثلا، اومدی، نه شوخی چی نیست. اونا میخندن میگه نه آقا مثلا ما 5 دقیقه از راه افتادیم مثلا انقدر دیر اومدیم. نه شوخی رو شما میفهمین یعنی چی، خارج از عرف در میگیم یعنی. حضرت فرمود دیگه با زن نامحرم شوخی نکنی، تموم شد و رفت. ابو بصیر پوشد، حالا من و شما شب احیا میریم در خونه میگیم یبن الحسن اومدیم پرونده اعمال ما، بابا یه فکری قبلش بکن ببین چه ها ما کردیم. و اگر ما مثل ابو بصیر و دیگران معتقدیم که امام زمان علیه السلام هست، در کاری که هست و حضرت اراده بفرماید و خداوند هم اراده بفرماید که همه اعمال ما رو یهو حضرت ببینه، که انشالله همچین چیزی نشه، که خدا همچین اراده ای نکنه، ها تکلیف چی میشه اون وقت؟ تموم شد.